بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما شاگردای نازنین و فامیل های محترم. امید دارم که دوازده کنونی پیش آمده در کنار فامیلایتان به خانه هایتان راحت و سلامت باشین و در امان خداوند باشین. قسمی که از سابق با ما آشنایی دارین، شباب هستم و امسال به خیر مضمون انگلیسی را بر شما تدریس میکنم، مضمون انگلیسی صنف کیجی را، و امید دارم که درسایتان را به خوبی فرا بگیرین و بتانیم که نتیجه مثبت داشته باشیم. کتاب را که امسال برای شما تدریس میکنیم کتاب انگلیش است که از صنف کی جی است و بسیار ساده و راحت است، به شرطی که شما به هدایت استاد گوش بکنین و کارخانگی و چیزایی را که کلاس ورک انجام میشه و کارخانگی است شما او را به دقت انجام بدین. درس امروز ما آشنایی با حروف است که شما سابق به صنف پلی گروپ و نرسری با او آشنا هستین، آواز حروف را میشناسین و همچنان در صنف اکتیویتی رو ما کلش کار کرده بودیم. امروز برای درس اول ما که به صفحه اول است، لغات از ای تا به زید تکرار میشه و از ای تا به زید برای هر حرف ما کلمات را داریم که شما سابقا با او آشنا هستین، اما چون ابتدای درس است و باید آشناییتان زیاد شه و شاگردایی که تازه به صنف میآیند بتونن که همون پایه و اساس درسشان بهترتر باشه. برای حرف ای داریم کلمه اپل که شما هجایش در صنف اکتیویتی روم خوانده بودین، ای پی اپل ای پل اپل به معنای سیب، و دریش میفهم که مشکل ندارین. اگر مشکل است باز فامیلایی که ویدیو را میبینن از فامیلای محترم خواهش میکنم که در خانه با طفلایشان همکاری داشته باشن. ای رو به معنای تیر که دو کلمه است که ما سابق برای ای مثل اپل و اند خوانده بودیم، اما امروز ای رو که یک کلمه نو است به معنای تیر است، ای را شما داشته باشین که به جمع لغات ای اضافه شد. و برای حرف بی کلمه بس، بسی که شما در تصویر را میبینین و اکثر طفلا و مکتب همراه با بس میان، و بس که به معنای سبد، سبد ما اینجا داریم، سبد است که به نام بسکت یاد میشه و به زبان انگلیسی. و همچنان در حرف سی داریم کیک. ما میفهمم که شما اطفال نازنین کلتان کیک بسیار زیاد دوست دارین، بخصوص در موقع کیک سالگیریتان باشه، و از امکانات کم ما بر شما یک کیک چگکم به تصویر نشان میتم تا که بهتر بتونین مانایشان بفهمین و از تصویر استفاده کنین و براتون خوشایندم باشه. و همچنان کپ، سی که آوازش کست، سی یو پی، و کپ به معنای پیاله، و در داخل سبد ما یک پیاله مقبول هم داریم، شما میتونید در تصویر ببینید. درس امروز ما امی سه حرف است که برای سه حرف دو کلمه داریم که این کلمات شما با معنایش آشنایی دارین، تا تصویر هم دیدین و میتونید که تمامش اسپیل کار بکنین، املایش یاد بگیرین، چرا که به شکل جدی مثل سابق در امتحانات یا پرسان میشه. و امید دارم که درس امروز بر شما مفید تمام شده باشه و استفاده لازم برده باشین. تا درس بعدی شما را به خدای بزرگ می‌سپارم.